عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. از همون اول که وارد سالن شد تو نخش بودم. تیپ ساده و محجوبی به نظر می اومد. هنوز همون لباس هایی که باهاش از ایران اومده بود رو به تن داشت. کنجکاو بودم بدونم کسی که تازه از ایران اومده چه حال و هوایی داره. قاطی اشرفی ها نشسته بود و گوش میکرد. بچه ها با شوخی و خنده میخواستن کاری کنن که احساس غریبی نکنه. بعد از صرف شام یه دفعه غافلگیرش کردم. یه میکروفون دادن دستش و گفتن کمی برامون از دیده ها و شنیده ها تو اشرف بگو. اولش امتناع میکرد و براش سخت بود، اما بالاخره میکروفون رو گرفت. دوست داشتم بدونم چی میگه. میخواستم از انگیزه هاش بشنوم، از اینکه اصلا قصد موندن داره یا فقط اومده اشرفی ها رو ببینه و برگرده. خلاصه کمی منومن کرد و خواست شروع کنه، اما هنوز اولین کلمه رو نگفته بود که یک دفعه بغضش ترکید و زد زیر گریه. وقتی اشکهاش رو دیدم اول از یه چیز مطمئن شدم، حتما انتخاب کرده بود که مجاهد بشه. مجاهد خلق مسعود حاجی‌لویی حاضر حاضر حاضر. خلاصه شروع کرد به حرف زدن، از مهمون نوازی بچه ها تشکر کرد و از بودن در بین اونها ابراز خوشحالی. رازی توی گریش بود. اشکاش نه اشک شوق بود و نه اشک اندوه، شاید اشک انتخاب بود، اشک مکاشفه و رسیدن به دنیای جدید. اما به هر حال اون راز برام پوشیده موند. بعدها که توی اشرف میدیدمش به رسم احترام و دوستی سلامی میکردیم و میگذشتیم و من هر بار به یاد اشکهای اون شبش میافتادم و حجبی که حالا رنگ و بوی اشرفی هم گرفته بود. روز 19 فروردین بود که دوباره دیدمش. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، انگار هنوز هم لبخند میزد، لبخندی خونین و پرمعنی. اونجا بود که تازه فهمیدم اسم کاملش مسعود حاجی‌لوییه. بچه ی همدان، بزرگ شده توی خانواده زحمتکش و هوادار مجاهدین. من هنوز هم راز اون عشق رو نفهمیده بودم تا اینکه میون دست نوشته های مسعود جوابم رو پیدا کردم. بین اونها نامه‌ای وجود داشت که همون موقع، یعنی زمانی که مبارزه رو انتخاب کرده بود، نوشته بود. آره، عشق اون شب لبخند عشقش بود. بسمی تعالی، به نام خدا که بزرگترین و بهترین و الهام بخش کلمه می باشد. مطالبی هست که انسان در تنهای خود آنها را بازگو می کند. امیدوارم که همیشه خانواده ام سالم و پر امید در کنار هم باشند و در مشکلات به هم یاری برسانند. عزیزان، این دنیا دارای جذابیت‌ها و لذت‌ها می باشد، اما نه آنقدر که انسان را از انسانیت و درست بودن دور کند. تا می توانید مردم را از خود راضی نگه دارید و دوستداران مردم ضعیف باشید. از مشکلاتی که قابل حل می باشد غمناک نباشید. به مردم خدمت کنید، حتی در کوچکترین مقام. و اگر برای من اتفاقی افتاد و دستم از این دنیا کوتاه شد، برای گناهانم طلب آمرزیدگی از درگاه حق کنید و از تمام کسانی که مرا می شناختند طلب حلالیت و بخشش کنید. امیدوارم که خدا نگهدارتان باشد. مسعود حاجی‌لویی، 4 بهمن 1384.